سوره مبارک انبیا که سوره 21 قرآن عظیم و شان است در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 112 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت 77 می شنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه می برم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعین. و او را در برابر قومی که آیات ما را تکذیب می کردند کمک کردیم، واقعا ایشان گروه بدی بودند، پس همه ایشان را غرق کردیم. و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرف اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. و داود و سلیمان را بیادار، انگامی که درباره کشزاری که شبانگاه در آن گوسفندان آن قوم پراگنده شده بودند و مزرعه را پایمال کرده بودند داوری می نمودند و ما شاهد داوری ایشان بودیم. ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکما و علما و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کننا فاعلین. این داوری را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از ایشان حکمت و دانش دادیم و کوها را طوری سر به فرمان قرار دادیم که در تسبیح خداوند داوود را همراهی می نمودند و مرغان نیز، و این کارها را کردیم. و علمناه صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون. و به او صنعت زره را برای شما آموختیم تا شما را در جنگ های شما حفاظت کند، پس آیا شما شکرگزار هستید؟ ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بأمره الى الارض التي بارکنا فيها و کنا بكل شيء عالمین. و برای سلیمان تند باد را مسخر گردانیدیم که به فرمان او به سوی زمینی که در آن برکت نهاده میوزید و ما به هر چیز آگاهیم. و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و کنا لهم حافظین. و از شیاطین گروهی را مطیع ساختیم که برای او غواصی و نیز کارهای دیگری غیر از این می کردند و ما مراقب حالشان بودیم. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. و ایوب را بیادار هنگامی که به پروردگارش نیایش کرد که واقعا بیچارگی به من روی آورده و تو مهربان ترین مهربانانی. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. پس دعای او را اجابت کردیم و بیچارگیش را برطرف ساختیم و خانواده او را به او باز دادیم و بر ایشان همانند تعدادشان را افزون گردانیدیم. از روی مرحمتی از جانب ما بر ایشان بود و پندی برای پرستش کنندگان. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین. و اسماعیل، ادریس و ذلکفل را بیادار، همه ایشان از شکیبایان بودند. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. ما ایشان را در آغوش مرحمت خیش جای دادیم و حقا که ایشان از نیکوکاران بودند.
و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. و ذنون را بیادار چون از میان قومش خشمناک رفت و گمان می کرد که ما بر او سخت نمی گیریم. او در این حال تاریکی های تو در تو چنین نیایش کرد که نیست معبودی جز تو، پاکی تو ای خدا، بیگمان من از جمله ستمگاران بودم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین. در این حال دعای او را قبول کردیم و او را از آن تنگنا نجات دادیم و این چنین مؤمنان را نجات می دهیم. و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. و زکریا را بیادار هنگامی که به پروردگارش چنین نیایش کرد، پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. در این حال دعای او را قبول کردیم و به او یحیی را دادیم و همسرش را برای او برومن ساختیم، یعنی از نازایی نجات دادیم. بیگمان اینها مردمی بودند که در امور خیر پیش دستی می کردند و به ما به امید برخورداری از مرحمت ما و بیم از عذاب ما نیایش می کردند و برای ما فروتن بودند. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. و زن را به یاد آور که پاکدامنی خیش را حفظ کرد و ما به او از روح خیش دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان معجزه گردانیدیم. این هذه امتكم اینها همگی امت شمایند، امت واحد، و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستید. و تقطعوا امرهم بینهم کلون الینا راجعون. بعد از ایشان بازماندگانشان در امور خیش تفرقه به میان آوردند، ولی در آخر کار باز همه به سوی ما باز می گردند. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. از این رو کسی که نیکویی کند و مؤمن هم باشد به مسایی او ناسپاسی نمی شود و بیگمان آن را برای او می نویسیم. و حرام علی قرية اهلکناها انهم لا یرجعون. بر سرزمین هایی که آنها را هلاک گردانیدیم، یعنی بازگشتشان را به حق حرام قرار دادیم و از این رو ایشان به حق باز نمی گردند. حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون. تا چون صد یأجوج و مأجوج گشوده شود و از هر تپه هجوم آورند. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. و وعده حق نزدیک می شود، پس در آن وقت است که چشمان کافران باز می ماند. با خود می گویند ای وای بر ما، از این روز غفلت داشتیم بلکه ما ستمگار بودیم. اینکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم
جهنم انتم لها واردون. بیگمان شما ای کفار و چیزهایی را که به جز خدا می پرستید هیزم دوزخ هستید، همه شما به آن وارد شدنی هستید. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر اینها خدا می بودند هرگز به دوزخ وارد نمی شدند، در حالی که همه در آن برای همیشه به سر می برند. لهم فيها زفیر وهم فيها لا يسمعون. در آنجا برای اینها ناله های دردناکی است، ایشان در آنجا چیزی دیگر را نمی شنوند. این الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. بیگمان برای آنانی که از جانب ما از پیش به آنها وعده نیکویی داده شده، ایشان از دوزخ دور ساخته شدند. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. صدای آتش آن را نمی شنوند و آنچه میل کنند به ایشان میسر است و به این حالت زندگی جاودانه را به سر می برند. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دهشت بزرگ ایشان را غمگین نمیگرداند و فرشتگان ایشان را استقبال کرده به ایشان میگویند این همان روزی است که به شما وعده شده بود. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. روزی که آسمانها را مانند پیچیدن تومار کتاب در هم پیچیم، به همان گونه ای که نخستین آفرینش را آغاز کردیم آن را باز میگردانیم، این وعده است بر ما و چنین میکنیم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بیگمان در زبور بعد از ذکر نوشتیم حقا که زمین را بندگان نیک من وارث میشوند. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بیگمان در این پیامی است برای مردمی که خدا را پرستش می کنند. و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. و تو را جز مرحمتی برای جهانیان نفرستادیم. قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون. بگو بیگمان به من وحی شده است که خدای شما خدای یکتاست، پس آیا شما به حق تسلیم می شوید؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ. اگر رو برتافتند پس بگو من همه شما را یکسان از عذاب الهی خبر دادم، اما نمی دانم آنچه به آن وعده داده شده اید آیا نزدیک است یا دور. انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون. بیگمان او سخن آشکارا را می داند و آنچه را پنهان می دارید نیز می داند. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. من نمی دانم شاید این تأخیر عذاب برای شما آزمایشی و منفعتی باشد تا مدت معین. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. پیامبر گفت بار خدایا در میان ما به حق فیصله کن و پروردگار ما خداوند رحمان است و از وی در برابر این اوصافی که شما به وی نسبت می دهید یاری خواسته می شود. صدق الله العظیم.
خداوند راستگوی بزرگ است.